سلام و روز بخیر روزتون بخیر خدا را شکر برای یک روز جدید برای روزی که خدا آفرید امروز روزی است که خدا آفرید مرسی مرسی خداوند برای این روز زیبای تو من میخوام که براتون از متا بخونم امروز از متا فصل 18 آیه 1 تا 5 در آن وقت شاگردان نزد عیسی آمده از او پرسیدند چه کسی در پادشاهی آسمان از همه بزرگتر است عیسی کودکی را صدا کرد و از او خواست در برابر آنها بیستد و سپس به آنان گفت در حقیقت به شما می گویم که اگر شما عوض نشوید و مانند کودکان نگردید هرگز به پادشاهی آسمان وارد نخواهید شد در پادشاهی آسمان آن کسی از همه بزرگتر است که خود را فروتن سازد و مانند این کودک شود کسی که چنین کودکی را به نام من بپذیرد مرا پذیرفته است آمین واقعا فروتنی یک چیز زیبا یک چیز بی نذیره. شاید در دنیای امروز خیلی ها نپذیرند شاید دوست نداشته باشن ولی اگر در ایمان بمانیم اگر بخوایم در ایمانمون زندگی کنیم و نزد عیسی مسیح و نزد پاهای او بمونیم هیچ راه دیگه ای به جز فروتنی وجود ندارد من یادم توی کلیسای کار میکردم که یکی از بزرگترین کلیساهای سوئد بود و کشیشی داشتیم که او همیشه برای من یک مدل بود هر روز صبح وقتی از راه می رسید اگر که میدید مثلا خورده های نون ریخته یا آشغالی توی گوشه کلیسا گذاشته شده یا یه مشکل اون گوشه هست می میرفت جارو و خاکانداز می آورد و شروع می کرد جارو کردن گاهی وقت من یه ذره نگاش می کردم، بعد فکر می کردم که، خب شاید بد باشه که یک کشیش داره این کارا میکنه او خیلی بزرگه او خیلی احترام داره بین مردم و چرا داره این کارا میکنه ولی بعدها برای خود من یک درس عبرتی شد که یاد گرفتم که اگر بخوام پای در جلوی پاهای ایسا بنشینم هیچ راهی به جز فروتنی وجود ندارد و اون کشیش برای من یک مدله محبتش فروتنیش و رفتارش دنیای امروز میگه وقتی تحصیل کردی دیگه آدم های زیر پا یا زیر دست خودت رو حساب نکن دنیای امروز میگه تو الان مقام دست همه بالاتره یه مقدار بینیت رو سر بالا بگیر به قول خودمون و یه مقدار دیگران رو ندید بگیر ولی عیسی مسیح داره میگه اگر مثل این بچه ها نشیم وارد آسمان نخواهیم شد گوش بدید کافی نیست که به ایسا ایمان داریم کافی نیست که انجیل را کامل میدونیم و میخونیم کافیه که عمل کنیم به اون چیزی که میخونیم عمل کنیم در پای پاهای ایسای مسیح نشستن و مقام شاگردی داشتن تنها راهش فروتنیه به جز فروتن شدن هیچ راهی ندارد سرور آقای ما عیسی مسیح وقتی که شب آخر آماده میکرد در واقع مثل این که می گیم وسیعتنامه خودش را داشت می نوشت و داشت می گفت برای شاگردانش وقتی از پای اون سفره بلند شد رفت یک لگن آب آورد یک حله به کمرش بس و عملی را انجام داد که این عمل فقط و فقط مال غلامان بود و غلامان در اون موقع این کار را انجام میدادند و هیچ کس دیگه این کار را نمی کرد چون مقام این کار برای یک آقا درست نبود ولی عیسی مسیح میخواست که فروتن بشن شاگردان دنبال این بودن که اگر عیسی وارد آسمان بشه من دست راست بشینم یا دست چپ او ولی عیسی مسیح میخواست به اونها درس بده پای تمام شاگردان را شست حتی یهودای از خریوتی را یهودای از خریوتی کسی بود که آماده بود بره بیرون و خیانت کنه و عیسی مسیح را لو بده ولی عیسی حتی پاهای او را شست و از شستن پاهای یهودا هم دریق نکرد و نگفت خب یوحنا تو مقامت بالاتره چون که تو وفادار میمونی یا پتروس تو برگزیده ای میخوام کلیسا را رو روی تو بنا کنم با اینکه عیسی میدونست درون یهودا چی میگذره پاهای یهودا را شست ما چی؟ ما چی؟ ما چه کار میکنیم؟ آیا ما هم همچون آقا و ارباب خودمون رفتار می کنیم؟ آیا مثل معلم خودمون انجام می دیم؟ ایسای مسیح در باغ جسیمانی در اون اوج سختی و تنگی پدر را صدا زد و خودش را به اراده پدر سپرد آیا ما هم این کار را می کنیم؟ اراده پدر ما فروتنی یا محبته ما چی؟ یک سوال از خودتون بکنید آیا من فروتن هستم؟ یا فقط میگم فروتنم خیلی وقتا ما میگیم من آدم فروتنیم ولی میگن کسی که میگه من فروتن هستم درش فروتنی نیست زمانی که شخص در جمع اقرار میکنه و میگه من آدم فروتنی هستم در واقع میگه نیستم فروتنی در عمل نه در زبان در عمل نشون بدیم که واقعا فروتنیم، با خودتون عهد کنید بخواید که همونطور که عیسی پاشویی کرد ما هم پاشویی شاگردان عیسی را بکنیم چون شاگردان فقط همون دوازده شاگرد نبودن بلکه شاگردان هستند و ادامه خواهند داشت امروز میخوام که قلب هامون رو نزد خدای خودمون بلند کنیم قلبمون رو بلند کنیم و بگیم ای خداوند اگر تا این لحظه فروتن نبودم به راه های خودم رفتم کمکم کن که در فروتنی تو حرکت کنم و زندگی کنم بیایید با هم دعا کنیم ای سای خداوند میخوام که در این لحظه هر کسی که با من همراه میشه در این دعا هر کسی که قلبش را به تو میسپاره و میگه خداوندا، مرا هم فروتن کن مرا هم فروتن کن و بفرست ای خداوند قلب ها را تبدیل کن فروتن کن و آماده برای خدمت خداوند ظرف هایی که درونش تاریکی هست قلب هایی که درونش تاریکی هست پاک کن از غرور پاک کن و به فروتنی انتقال بده به نام تو عیسی مسیح طلبیدیم آمین. مرسی عزیزان مرسی که همراه ما بودید و شنیدید امیدوارم که فقط نشنیده باشید بلکه عمل کننده کلام هم باشید همونطور که یعقوب میگه شنونده نباشید عمل کننده نیز باشید پس به امید قوت خداوند در ما که بتونیم عمل کنیم همراه ما باشید و ما براتون دعا میکنیم خدا نگهدار